فرودگاه نظامی بکرام روز محل تجمع نیروها و تجهیزات آمریکایی بود. امروز هم تجهیزات آمریکایی است، اما سکان رهبری آنها به دست سربازان آمریکایی نه، بلکه در دست نیروهای امارات اسلامی قرار گرفته است. امارات اسلامی افغانستان سومین سالگرد پیروزیش را در یک مراسم شاندار در فرودگاه نظامی بکرام جشن گرفت. رسانه‌های اماراتی در شعارهایشان نوشتند 24 اسد روز برچیده شدن گلیم اشغال از کشور و رهایی هموطنان از ظلم اشغالگران. مقامات امارات اسلامی شکست آمریکا را در ادامه شکست روس‌ها و انگلیس قرار داده و گفتند که افغان‌ها توانستند سه ابرقدرت را شکست بدهند. مراسم جشن امروز در بکرام با سخنان رهبران امارات اسلامی آغاز شد. محور بحث همه سخنرانان این بود که یک نظام اسلامی در کشور حاکم شده و از سوی دیگر امنیت 100% در کشور قائم است. باید مردم از آن استفاده کنند و مسئولین متوجه باشند. سخنرانان این محفل از مبارزات 20 ساله نیروهای امارات اسلامی در مقابل نظام جمهوریت و نیروهای خارجی ستایش کردند و ابراز داشتند که تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای امارات اسلامی سبب خروج اشغالگران از کشور شده است. گفته شده است که دیپلماتان چین، ایران و نمایندگان از دیگر کشورها نیز در این رژه نظامی حضور داشتند. مقامات در امارات اسلامی از جامعه جهانی خواستند که راه تعامل با آنان را در پیش گیرند. سراج الدین حقانی وزیر داخله امارات اسلامی گفت از جامعه جهانی می خواهم از فرصت مساعد استفاده بهینه نموده و راه تعامل و همکاری را با افغانستان در پیش گیرند. در کنار سخنرانی مقامات امارات اسلامی، رژه نظامی نظامیان و وسایل و تسلیحات نظامی نیز برگزار شد. در این نمایش قدرت دیده می شود که ده ها چرخبال و تیارات بال ثابتی که بعد از خروج نیروهای آمریکایی تخریب شده بودند دوباره فعال شده و به میدان نبرد بازگشتند. همچنان تانک های آمریکایی که ارزش هر اراده آنها به میلیون ها دلار می رسد نیز در این رژه نظامی دیده می شود. می توان دید که امارات اسلامی صدها اراده از این تانک های راهبردی و استراتژیک را در اختیار دارد. اینجا هم راکت های میان برد اسکات و لونا را میبینیم که از زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان بجا مانده بود، نیز در حال گذشتن از میدان است. هرچند نظامیان اردوی پیشین افغانستان گفته بودند که تاریخ مصرف اینها به سر رسیده و قابل استفاده نیست، اما اردوی اسلامی در این مورد چیزی نگفته است. اینها تانک های غولپیکر روسی است که بعد از 30 سال دوباره ترمیم شده و به صف محاربه برگشتند. البته در نظام پیشین توجه کمتری به این تانک ها می شد. با روی کار آمدن امارات اسلامی تمامی این تانک ها فعال شد و آماده استفاده شدند. در کنار تانک های روسی بعضی از تانک های آمریکایی نیز به نمایش گذاشته شده است. نظامیان امارات اسلامی با لباس محلی، این یونیفرم است که آنها در طول 20 سال جنگشان با حکومت پیشین و نیروهای آمریکایی به تن داشتند. در قسمت از برنامه سالگرد پیروزی امارات اسلامی، بشکه های زرد روغن نیز به نمایش گذاشته شده است. این بشکه نماد مقاومت نیروهای امارات در مقابل تانک های زیرهی ناتو به شمار می رفت که با پرنمودن مقدار قابل توجه مواد منفجره حتی تانک های زیرهی بسیار قوی نیز در مقابل آن ایستادگی نمی توانست.
از سوی دیگر پایتخت و تمام ولایات کشور شاهد برپایی جشن پیروزی امارات اسلامی بود. رسانه ها از ولایات مختلف گزارش نمودند که مردم با پرچم های امارات اسلامی به سرک ها آمده و از این روز تجلیل به عمل آوردند. ذبیح الله مجاهد هم پیام رهبری امارات اسلامی را در صفحه اکسش نشر نموده که در بخشی از آن آمده است: تعهد میکنیم نظام اسلامی را که در اثر زحمات فراوان افغانها به دست آمده و در سایه آن دین الله حاکم و شریعت تطبیق شده است، صلح و امنیت آمده، مردم ما آرام شده اند و فرصت به خاطر آبادی مادی و معنوی کشور ما مهیا شده، آن را قویا حفاظت کنیم و به هر قیمت از آن دفاع کنیم. ممنون از این که تا اخیر بیننده کابل پست هستید. اگر علاقمند آگاهی از اخبار افغانستان هستید، چینل یوتیوب کابل پست را سابسکرایب نموده و با دوستانتان ویدیوهای ما را شریک سازید.